حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون کانادا از طریق اسکایپ با ماست. آقای رئیسی، به جای رهبر جمهوری اسلامی که در پرونده دادخانه سلامت متهمه، مهدی محمودیان به عنوان شاکی 8 ماهه که در زندانه. آیا فکر میکنید واقعا قاضی امکان برگزاری دادگاه علنی رو داره؟ با سلام خدمت شما، طبیعی است که باید دادگاه به صورت علنی برگزار بشه مطابق اصل 168 قانون اساسی، چون اتهام کاملا سیاسی هست و همونجوری که شما اشاره کردید ما اینجا با یک موضوع اساسی مواجه هستیم و اون اینکه عدم برابری افراد، همه افراد از جمله رهبر جمهوری اسلامی در مقابل قانون مطابق قانون اساسی، و این اصل نادیده گرفته میشه و کسانی که منتقد در واقع نظام سلامت و در رأس اون موضعی گیری رهبر جمهوری اسلامی که باعث در واقع به خطر افتادن جان شهروندان شده باید محاکمه بشن، در حقیقت دارن مدافعان سلامت محاکمه میشن و به طور اصولی این دادگاه بایستی به صورت علنی برگزار بشه. اگر غیر علنی برگزار بشه نیاز به توجیه حقوقی داره که به چه دلیل غیرعلنی برگزار میشه و باید دادگاه اون توجیه لازم را اعلام بکنه تا بتونه غیرعلنی برگزار. آقای رئیسی، همزمان در روزهای اخیر موضوع مرگ مهدی صالحی در اثر تزریق اشتباه در دوران زندان مطرح بود. گزارش عفو بین الملل هم از مرگ نزدیک به 100 زندانی در زندانهای ایران به دلیل قصور و اهمال پزشکی خبر میده. چرا جمهوری اسلامی اینقدر به این موضوع بی‌توجهه؟ دلایل مختلف برای این موضوع میتونیم در نظر بگیریم. یکی از در رأس اونها و یکی از اونها میتونه بالا بودن جمعیت کیفری زندانیان در ایران باشه. به دلیل حکومت یا استقرار نظام امنیتی در زندانها و به خصوص درباره زندانیانی که تحت عنوان جرائم امنیتی در که حکومت اونها رو جرائم امنیتی میدونه ولی ما اونها رو جرائم سیاسی میدونیم، در واقع محدودیت‌های مضاعف برای دسترسی به حقوق متهمان و محکومان در زندان وضع می‌کنه. از این طریق دسترسی به سلامت و بهداشت نسبت به برخی از زندانیان، به خصوص زندانیان امنیتی و سیاسی از جمله مرحوم صالحی، بیشتر میشه. هم به همین ترتیب نظام در واقع حق و حقوق متهم و زندانی که در زندان هست رو به نظام، به جای حق و حقوق به نظام امتیازدهی سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه تبدیل کرده و از این طریق سعی میکنه امتیازات رو بگیره، محرومیت از دسترسی به بهداشت رو ابزاری برای شکنجه و سرکوب قرار میده. به همین خاطر ما متاسفانه با آمار غیر متعارف فوت شدگی و از دست دادن جان در درون زندان ها مواجه هستیم و این موضوع نیاز به تحقیق داره که به طور روشن بشه دلایل مختلف اون، از جمله دلایلی که اشاره کردم میتونن در لایه های مختلف تأثیر خودشون رو داشته باشن. ما مشخصا در پرونده‌های دیگر از جمله پرونده بکتاش آبتین به طور مشخص دیدیم پرونده‌های که در اثر شکنجه اتفاق میفته و محیط زندان در واقع محیطی نیست که امکان اصلاح و بازپروری و یا برخورد علمی با محکومان باشه، بلکه اونجا یه محیطی است تو هم با سرکوب و مسئله بهداشت، تأمین ابزار و امکانات بهداشتی از جمله دارو و دسترسی به پزشک هم در واقع تبدیل میشه به یک وسیله برای امتیازگیری، سرکوب و همچنین کنترل زندانیان. از این طریق در واقع ما شاهد حوادث تلخ و آمار بالاتر از متعارف در زندان‌های ایران هستیم.